با سلام به برنامه ایران و جهان در هفته ای که گذشت خوش آمدید در این برنامه نخست نگاهی داریم به مذاکرات هسته ای ایران و گروه پنج به علاوه یک و واکنش ها به آن در ادامه به سفر فاد معصوم رئیس جمهوری عراق به عربستان سعودی و دیدار با پادشاه و مقامات بلند پای این کشور خواهیم پرداخت مروری داریم بر سیاست های جدید کاخ سفید در قبال سوریه به کاهش قیمت نفت در بازار جهانی میپردازیم و گزارشی داریم از محمد رضا شاهید خبرنگار ما در پاریس که از دیدگاه یک تحلیلگر فرانسوی درباره توافق جمهوری اسلامی ایران با گروه پنج به علاوه یک میگوید با ما همراه باشید شامگاه سهشنبه یازدهم نوامبر رئیس جمهوری عراق در صدر هیئتی بلند پایه برای دیدار رسمی از عربستان سعودی وارد ریاض شد و مورد استقبال ملک عبدالله ابن عبدالعزیز پادشاه سعودی قرار گرفت فاد محسوم را در این سفر ابراهیم جعفری وزیر امور خارجه هوشیار زیباری وزیر دارایی و شماری دیگر از مقامات بلند پایه عراقی همراهی کردند یک رسانه عراقی نوشت این سفر میتواند به بهبود روابط میان ریاض و بغداد و نیز ائتلاف بین المللی برای مقابله با گروه تروریستی داعش کمک کند و تا حدی تنش در روابط عربستان و ایران را کاهش دهد یکی از محور گفتگوهای دو طرف استرداد زندانیان سعودی در عراق بود که فعاد محسوم در خصوص آن گفت تحرکاتی رسمی برای انتقال زندانیان سعودی به عربستان وجود دارد و محمد القبان وزیر کشور عراق برای بررسی این پرونده و امکان تبادل زندانیان بین دو کشور با مسئولان سعودی نشستی برگزار کرده است در ادامه اظهار نظرها پیرامون مذاکرات هسته لوران فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه گفته است که هنوز سوالهای کلیدی باقی ماندند که باید حل و فصل شوند در همین حال خبرگزاری رویترز گزارش داده که بعید است ایران و گروه پنج به علاوه یک بتوانند تا سوم آذر به توافقی نهایی درباره پرونده هسته جمهوری اسلامی دست یابند از سوی دیگر رئیس دفتر رئیس جمهوری میگوید در صورت عدم توافق اقتصاد ایران متضرر نمی شود محمد نهاوندیان رئیس دفتر حسن روحانی درباره آخرین اخبار مذاکرات هسته ای گفته است هنوز زود است که در مورد نتیجه مراحل طولانی مذاکرات قضاوت کنیم و تا روز آخر هیچ کس نمیتواند در این باره ارزیابی داشته باشد که محصول نهایی مذاکرات چه خواهد بود اما نکته بسیار مهم این است که ایران در این مسیر طولانی اتمام حجت کرد نهاوندیان مدعی شده اتفاق مهمی که در طول یک سال افتاد این بود که علا اینکه این که تحریم ها برطرف نشده اما اقتصاد ایران ثابت کرد که در عمل درجه آسیب پذیری خود را کاهش داده است. در اظهار نظر دیگر علایدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس مذاکرات ایران و آمریکا در امان را جدی چالشی و تلخ اعلام کرده و گفته توافق نهایی هسته ای باید به تصویب مجلس برسد آقای بروجردی گفته تیم مذاکره کننده ایران از خطوط قرمز نظام عبور نکرده و سرنوشت پرونده هسته ای در شورای امنیت ملی رقم خواهد خورد مهدی کوچکزاده دیگر نماینده مجلس هم گفته کسی نمیتواند به اسم برنامه اقدام مشترک از خطوط قرمز عبور کند و هر کس چنین کاری را انجام دهد خیانت کرده و از مسئولیتش ازل خواهد شد کوچکزاده در این حال افسوده کمیسیون امنیت ملی مجلس از جزئیات مذاکرات هسته ای بی اطلاع است اما با این وجود این مجلس خواهد بود که باید هر توافق هسته ای را به تصویب برساند در همین راستا سازمان بسیج دانشجویی اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان مستقل دفتر تحکیم وحدت و جنبش عدالتخواه دانشجویی ستاد پیگیری انتظارات ملت از مذاکرات هسته ای راه اندازی کردند واکنش های بین المللی به مذاکرات هسته ای همچنان ادامه دارد لوران فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه با ابراز امیدواری درباره توافق نهایی هسته ای با ایران تا ضرب سوم آذر ماه گفته هنوز سوال های کلیدی باقی ماندند که باید حل و فصل شوند و فکر میکنم تنها در 24 نوامبر باشد که بتوان شرایط را ارزیابی کرد این اظهارات در حالی بیان می شود که روسیه گفته است آنچه از ضرب العجل مهمتر است یک توافق واقعی است الکساندر لوکاشویچ سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه در عین حال یادآور شده احتمال رسیدن به توافق نهایی تا روز سوم آذر هنوز به طور کامل منتفی نشده است در رویداد دیگر خبرگزاری رویترز به نقل از منابع رسمی ایرانی و غربی گزارش داده بعید است ایران و گروه پنج علاوه یک بتوانند تا سوم آذر به توافقی نهایی درباره پرونده هسته جمهوری اسلامی دست یابند رویترز به نقل از این منابع گزارش داده ایران و قدرت جهانی احتمالاً به توافق موقت جدیدی خواهند رسید که بر مبنای آن هم از فشار تحریم ها علیه تهران کاسته خواهد شد و هم گفتگوها برای رسیدن به توافق جامع همچنان ادامه خواهد داشت یک مقام رسمی غربی نیز به این خبرگزاری گفته است ما میتوانیم توانیم روس موارد یک تفاهم کلی را تا سوم آذر مشاهده کنیم اما احتمالا نمی توانیم به خود این تفاهم دست یابیم این در حالی است که دو سناتور ارشد ایالات متحده آمریکا در بیانیه‌ای خواستار آن شدند تا هرگونه توافق نهایی بر سر برنامه هسته‌ای ایران به نابودی کامل این برنامه منجر شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه رابرت منندنز رئیس کمیته روابط خارجی سنا و مارک کریک سناتور ارشد جمهوریخواه در اطلاعیه مشترکی که منتشر کردند گفتند یک توافق خوب با ایران باید به معنای محدودیت سفت و سخت در مسیر تحقیقات اتمی جمهوری اسلامی و توسعه آن و نیز از بین رفتن تمام ابعاد احتمالی نظامی هسته ایران باشد به گفته این دو سناتور کاهش تدریجی تحریم ها نیز زمانی باید رخ دهد که ایران تمام مفاد نامه را به طور دقیق اجرا کرده باشد همزمان با که با ما رئیس جمهوری ایالات متحده نیز با ارسال نامه‌ای به رؤسای مجلس نمایندگان و سنای آمریکا وضعیت ملی اضطراری در قبال ایران را برای یک سال دیگر تمدید کرد توافق موقت ژنو که در سوم آذر سال 92 میان ایران، آمریکا، بریتانیا، فرانسه، چین، روسیه و آلمان به دست آمد تا سوم آذر سال جاری تمدید شده و گفتگوهای چند جانبه در این مدت برای رسیدن به توافقی جامع و نهایی بی نتیجه ادامه داشته است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از مشاوران خود خواسته است که سیاست های کشورش در قبال سوریه را مورد بازنگری قرار دهند اوباما به این نتیجه رسیده است که بدون کنارگیری بشار اسد پیروزی بر گروه دولت اسلامی ممکن نیست در همین حال ابو بکر بغدادی با انتشار یک پیام صوتی هواداران دولت اسلامی را به نبرد مشترک در جهان عرب فراخواند. تیم امنیت ملی باراک اوباما در هفته گذشته چهار نشست داشته که موضوع آنها استراتژی آمریکا در قبال حکومت سوریه بوده است استراتژی متفاوتی که پیروزی بر داعش را تضمین کند خبرگزاری رویترز به نقل از مقام های بلند پایه آمریکا گزارش داده باراک اوباما احتمالا به این نتیجه رسیده است که پیروزی بر گروه موسوم به دولت اسلامی بدون برکناری بشار اسد رئیس جمهوری فعلی سوریه ناممکن است مقامی بلند پایه به رویترز گفته باراک اوباما از مشاورانش خواسته که استراتژی واشنگتن در سوریه را با هدف نابودی گروه اسلامی هماهنگ کنند به گفته یکی از این مشاوران آقای اوباما بر این باور است که بشار اسد مشروعیت خود را از دست داده و باید همزمان با انزوا و تحریم حکومت سوریه مخالفان میان روی آن را تقویت کرد او گفته است بحران درازمدت سوریه حالا با شکست دادن دولت اسلامی گره خورده است ما نه تنها باید این گروه را در عراق که در سوریه نیز شکست دهیم یک مقام کاخ سفید آمریکا به رویترز گفته است تیم مشاوران امنیت ملی آمریکا در دیدارهای اخیر خود برای تعیین بهترین راههای عملی کردن استراتژی تعیین شده برای پیروزی بر دولت اسلامی در عراق و سوریه چه با استفاده از اقدامات نظامی و چه تدابیر غیر نظامی تلاش می کند. او همچنین تاکید کرده تمرکز اصلی همچنان بر شکست دادن گروه داعش و بیرون راندن آن از عراق خواهد ماند می گوید این مقام امنیت ملی کاخ سفید آمریکا و متحدانش به جنگ با دولت اسلامی در سوریه نیز ادامه خواهند داد در همین حال و چند روز پس از حمله مرگبار آمریکا و متحدانش به کاروان نیروهای داعش و خبر تایید نشده مرگ ابوبکر بغدادی پیامی صوتی از این خلیفه خودخوانده در اینترنت منتشر شد صحت این صدا هنوز رسما تایید نشده اما شباهت آن به پیامهای پیشین بغدادی قابل انکار نیست پیام در یکی از شبکه های اینترنتی رسمی داعش منتشر شده و بیشتر کارشناسان سخنگوی آن را بغدادی تشخیص دادند مدت زمان این پیام 17 دقیقه است و به احتمال زیاد پس از جمعه گذشته ضبط شده است در این روز هفتم نوامبر آمریکا از اعزام 1500 سرباز دیگر به عراق خبر داد بغدادی در سخنان خود به همین موضوع می پردازد. رهبر داعش با لحنی پیروزمندانه می گوید سلیبی ها شکست می خورند. او در ادامه تاکید می کند مجاهدان به پیش می تازند تا به یاری خداوند روم را فت کنند. ابو بکر بغدادی از کلیه هواداران و وابستگان خود در عربستان سعودی، یمن، مصر و سایر کشورهای عربی می خواهد که دولتهای خود را سرنگون کرده و پیروان ادیان دیگر را حلاک سازند. شمشیرهایتان را بکشید و آتش فشانی بپا کنید. ابو بکر بغدادی به شبکه تروریستی انصار بیت المقدس در مصر و سایر گروههایی نیز نیست که در هفته گذشته با داعش اعلام همبستگی کردند پیام داده است ما دولت اسلامی را در عربستان و یمن و مصر و لیبی و الجزایر نیز گسترش خواهیم داد گروه انصار بیت المقدس دوشنبه هفته پیش سوگند وفاداری و همبستگی با داعش یاد کرد برای همین بسیار محتمل است که پیام صوتی بغدادی در هفته جاری ضبط شده باشد دولت آمریکا روزهای هفتم و هشتم نوامبر حملات سنگینی را علیه مواضع رهبران داعش در عراق انجام داد محافل امنیتی عراق اعلام کرده بودند بغدادی در این حمله یا کشته و یا به شدت مجروح شده است دولت ایالات متحده در این مدت اعلام کرده که هیچ اطلاعی از موقعیت و وضعیت مرگ و زندگی رهبر داعش ندارد هفته گذشته قیمت نفت برنت به پایین ترین سطح خود در چهار سال گذشته رسید. به رغم وعده های آمریکا و عربستان سعودی در مورد کاهش تولید نفت خام به نظر می رسد که رکود اقتصادی جهانی تأثیر امدهی بر کاهش تقاضا در بازارهای جهانی داشته است. بنا به آخرین گزارش‌های رسیده از بازارهای بین‌المللی، بهای هر بشک نفت خام برنت به 77 دلار و 52 سنت رسیده است. این بدین معناست که بهای به نفت بیش از 3 دلار و 60 سنت نزول داشته است. این در حالی است که بهای به نفت آمریکا از این هم پایین تر است. بهای به هر بشک نفت آمریکا در آخر هفته به زیر 75 دلار رسید. آمریکا در هفته نوامبر میزان تولید نفت خود را به 9 ممیز ۶ صدم میلیون بشکه در روز رساند که بالاترین حجم تولید برای آمریکا از سال 1980 میلادی محسوب می شود. سیر نزولی بهای نفت که از تابستان 2014 شروع شد اکنون در مقایسه با قیمت نفت در ماه جوان به میزان 30 درصد کاهش داشته است. در حالی که در ماه های گذشته بهای نفت سر نزولی را طی کرده، همه در انتظار واکنش کشورهای صادرکننده نفت اوپک هستند. قرار است که 166مین اجلاس اوپک در 27 نوامبر برگزار شود. اختلاف میان کشورهای اوپک در زمینه تنظیم سیاست مشترک پیرامون میزان تولید و بهای نفت بر روی قیمت نفت خام بی تاثیر نبوده است. عربستان سعودی و سپس کشورهای ایران و عراق برای جلب مشتریان آسیایی خود، بهای نفت را کاهش دادند. منتقدان کاهش بهای نفت عربستان ایران و عراق را از جمله مقصران نزول قیمت نفت می دانند. به گفته کارشناسان امور مالی و نفتی اعضای اوپک بیش از آنکه بر سر بهای نفت رایزنی کنند سرگرم چانهزنی بر سر میزان سهم خود در اوپک هستند با این حال به نظر می رسد رکود اقتصاد جهانی بر وضعیت چین یکی از بزرگترین مشتریان نفت در آسیا نیز بی تأثیر نبوده و ولع این کشور برای مصرف نفت را کاهش داده است. به نظر کارشناسان اقتصادی شاخص روند رشد در چین کاهشی چشمگیر داشته که در دهه گذشته بی سابقه محسوب می شود. کشورهای عضو اوپک حدود 40 درصد از نفت صادراتی جهان را تامین می‌کنند. اغلب کارشناسان امور نفتی پیش بینی می‌کنند که بهای نفت تا پایان سال جاری میلادی دستخوش تحولی اساسی نخواهد شد. کشورهای عضو اوپک از, از جمله ایران که اقتصادشان به شدت به فروش نفت وابسته است از این رهگذر آسیبهای جدی خواهند دید وضعیت ایران در این میان ویژه است نه تنها نفت مهمترین منبع درآمد ارزی ایران به حساب میآید بلکه تحریم های مالی و تحریم فرورده نفتی به دلیل مناقشه هسته اقتصاد ایران را با تنگناهای مضاعف مواجه ساخته است ایران به دلیل تحریم ها قادر به فروش نفت خود نبوده و میزان صادرات نفت ایران در سال گذشته به شدت محدود شده بود در بودجه 93 ایران که به شدت به بهای نفت وابسته است بهای هر بشک نفت خام حدود 100 دلار برآورد شده است مقام های ایرانی از پیش بینی بهای 80 تا 85 دلار برای هر بشک نفت در بودجه سال آینده خبر دادند سیزدهم آبان ماه غلامرضا مصباحی مقدم عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ایران پیش بینی کرده بود که به دلیل کاهش بهای نفت در بازارهای جهانی در بودجه دولت برای سال 94 قیمت آن بشکه 80 تا 85 دلار در نظر گرفته شود محمد باقر نوبخت معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی دولت ایران بیستم آبان ماه اعلام کرد سه بودجه جداگانهای برای سال 94 تدوین می شود. به گفته است قیمت فروش نفت ایران در نیمه دوم سال 93 به ازای هر بشکه 82 دلار و متوسط قیمت فروش نفت در کل سال 93 به ازای هر بشکه 93 دلار پیش بینی شده است در این حال شرکت نفت ایران در آغاز آبان ماه پیشنهاد داده بود بهای نفت برای بودجه بین 70 تا 75 دلار در نظر گرفته شود بهای نفت در بودجه مصوبه سال 93 100 دلار برای هر بشکه پیش بینی شده بود نتایج یک پژوهش مشخص کرده است که 76 درصد دختران دانش آموز در سراسر ایران دچار کمبود ویتامین D هستند. با توجه به این پژوهش قرار شده است که در برخی استانهای کشور طرح توزیع قرص ویتامین D اجرا شود. یکی از پیامدهای کمبود ویتامین D افسردگی است. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ایرنا از اجرای طرح مکمل یاری با ویتامین دی در مدارس دخترانه جنوب خوزستان خبر داد معاون بهداشت دانشکده علوم پزشکی آبادان اعلام کرده که این طرح پس از مطالعه پژوهشی در وضعیت ریز های ایران در سال 1391 و پس از آنکه مشخص شد که 76 درصد دختران دانش آموز کشور مبتلا به کمبود ویتامین D هستند اجرا می شود. شهرام ترحمی در گفتگو با ایرنا اعلام کرد که بر اساس طرح مزبور به مدت هشت ماه ماهانه یک عدد قرص ویتامین دی به دانش آموزان شهرستان های زیر پوشش خدمات بهداشتی درمانی دانشکده علوم آبادان داده می شود. به گفته وی این طرح از عواسط آبان ماه در تمام مدارس دخترانی مقطع متوسطه دوره اول و دوم توسط واحد بهبود تغذیه و با همکاری اداره های آموزش و پرورش شهرستان های تابع اجرا شده است. همزمان خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا از اجرای همین طرح در دبیرستان های دخترانه کرمانشاه خبر داد. به گفته کارشناس مسئول تغذیه مرکز بهداشت استان کرمانشاه در این ته که از اوایل آبان ماه اجرایی شده هر دانش آموز مقطع متوسطه تعداد نه عدد قرص ویتامین دی دریافت می کند که باید ظرف مدت نه ماه آنها را استفاده کند. هفته گذشته نیز خبرگزاری ایرنا خبر داد که 75 درصد زنان استان ایلام دچار کمبود ویتامین دی هستند. به گفته کارشناس بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ماهانه یک عدد قرص ویتامین دی در بین دختران دانش آموز این استان توضیح می شود. فرید محمدزاده همچنین گفته قرار است در مدارس مناطقی که با کمبود این ویتامین مواجهند شیر غنی شده با ویتامین دی توزیع شود به گزارش ایرنا بر اساس اعلام آمار کارشناس مسئول شیر مدارس استان ایلام دانش آموزان این استان جزو مناطق دوم از نظر کمبود ویتامین دی هستند و میزان کمبود ویتامین دی در آنان 35 درصد است. بر اساس تحقیقی که یک گروه دانشگاهی در سال 2009 انجام دادند کمبود ویتامین دی در میان دختران تهرانی 53 ممیز 6 درصد و در میان پسران 11 ممیز 3 درصد است. این گروه با توجه به اینکه کمبود ویتامین دی در دختران نزدیک به 5 برابر پسران است کمبود جذب آفتاب در دختران را علت این امر دانسته است. پژوهشی که در سال 2011 در شهر اصفهان انجام گرفت نیز نتایج مشابهی داشت. بر اساس این تحقیق شیوع کمبود ویتامین دی در میان جمعیت بزرگ سال اسفهان 26 ممیز 9 درصد است و این میزان در میان زنان به طور مشهودی بالاتر است. محققان این تحقیق نتیجه گرفتند که این امر به دلیل محدودیت جذب آفتاب به خاطر قوانین مربوط به پوشش زنان است. بالا بودن آمار بیماری MS ام اس در اصفهان که یکی از دلایل آن کمبود ویتامین دی است نیز می تواند معلول همین امر باشد. آمار مبتلایان به MS اس در اصفهان در سال 2007 حدود 3 نفر در هر 100 هزار نفر بود. ولی در سال 2011 به بیش از 43 نفر رسیده است. یکی دیگر از پیامدهای کمبود ویتامین دی افسردگی است. اخیرا انجمن روانشناسی ایران اعلام کرد که شیوع افسردگی در زنان ایرانی سه تا چهار برابر مردان است. هرچند افسردگی به عوامل متعدد فیزیولوژیک و روحی بستگی دارد اما کمبود ویتامین D که در زنان ایرانی بسیار بیشتر از مردان است میتواند یکی از دلایل آن باشد. بخش عمده ویتامین D به وسیله بدن و بر اثر تابش مستقیم نور آفتاب در پوست بدن ساخته می شود. علی ربیعی وزیر کار جمهوری اسلامی میگوید خانوارهای پر درآمد به زودی شناسایی می شوند تا از لیست گیرندگان یارانه نقدی خط بخورند حسن روحانی پیشتر گفته بود با سرک کشیدن به اموال مردم مخالف است علی ربیعی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی ایران اعلام کرد که در آینده نزدیک یارانه نقدی اغنیا حذف می شود. او در حاشیه نخستین جلسه دبیرخانه شورای عالی رفاه به خبرنگاران گفت یکی از مشکلاتی که در بخش یارانه های نقدی با آن روبرو هستیم ضعف در شناسایی خانوار هاست که قرار شده بانک اطلاعاتی با همکاری دستگاه ها تشکیل شود. خبرگزاری تصنیم از قول ربیعی نوشته که در ماههای آتی و با تشکیل بانک اطلاعاتی از درصد خطاها کاسته می شود و می توان تعداد دقیق نیازمندان و افرادی که باید به آنها یاران تعلق گیرد را شناسایی کرد. ربیعی افسوده که اقدام لازم تا پایان سال 1393 انجام میگیرد. ضمن اینکه ما نمیخواهیم بی ادالتی با تصمیم گیری های من همراه شود. سخنان ربی با اظهارات حسن روحانی در آخرین گفتگوی تلویزیونی او مقایرت دارد که شناسایی دهک های بالای درآمدی را مستلزم سرک کشیدن به زندگی خصوصی و اموال مردم دانست و تأکید کرد که با چنین رفتاری مخالف است. روحانی در آن برنامه گفت امروز برای ما روشن است که ادی از مردم که یارانه دریافت می کنند به این مبلغ نیاز ندارند و بنابر قانون می توان یارانه آنها را قطع کرد. از نظر قانونی اجرای فاز دوم طرح هدفمندی یارانه ها باید با پالایش گروه های یارانه بگیر همراه می شد. اما دولت یازدهم تا کنون در این امر ناکام مانده است. دولت روحانی امیدوار بود با انصراف خانوارهای پردرآمد و افراد داوطلب از دریافت یارانه نقدی تعداد یارانه بگیران به, به نصف یا یک سوم کاهش یابد اما در ثبت نام دوباره تنها حدود یک میلیون نفر از دریافت یارانه نقدی انصراف دادند اسحاق جهانگیری معاون اول روحانی در فروردین سال 1393 به خبرگزاری فارس گفته بود در بهمن ماه سال 1392 به 77 میلیون و 344 هزار نفر یارانه پرداخت شده که این میزان دریافت کننده از کل جمعیت رسمی ایران بیشتر است. وزیر امور اقتصادی و دارایی هم قبل گفته بود که پرداخت یارانه نقدی در آینده به افراد پردرآمد یا کسانی که تقاضای دریافت آن را نکرده باشند قطع می شود. اما اظهار نظر وزیر کار در حالی است که چندی پیش کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ایران در گزارشی از انحرافات دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در مدت شش ماهه اول سال 93 خبر داد و این انحرافات را حذف نشدن دهک های پردرآمد از فهرست یارانه بگیران و پرداخت نشدن یارانه کمک به تولید ذکر کرد. بر اساس این گزارش دولت از محل حذف یارانه های نان، انرژی، کالاهای اساسی و خدمات 59300 میلیارد تومان درآمد داشته است. بر اساس قانون بودجه سال 93 همچنین دولت برای تحقق شاخص عدالت در سلامت و کاهش هزینه های مستقیم مردم باید 4800 میلیارد تومان پرداخت می کرده که به گفته کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از این رقم 1440 میلیارد تومان یعنی معادل 30 درصد بودجه مسبب مجلس پرداخت شده است. کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گزارش خود یادآور شده است که در مدت مشابه سال 1392 و در دولت محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق ایران مبلغی از این بابت پرداخت نشده است. این کمیسیون در گزارش خود همچنین نوشت که خزانه کل کشور مبلغ 100 میلیارد تومان از محل درآمد حاصل از اصلاح قیمتها را در وجه وزارت جهاد کشاورزی برای تنظیم بازار داخلی محصولات کشاورزی واریز کرده است که با توجه به مفاد قانون پرداخت از محل اصلاح قیمتها از طریقی به غیر از سازمان متولی مغایر قانون است. مقامات دولتی تا کنون سخنان متفاوتی را درباره نحوه شناسایی و حذف افرادی که واجد شرایط دریافت یارانه نیستند بیان کردند بیش از 73 میلیون نفر از جمعیت 77 میلیونی برای دریافت یارانه ثبت نام کردند این در حالی است که پیش از آغاز ثبت نام ها برای دریافت یارانه علی تایب نیا وزیر اقتصاد اعلام کرده بود که ده میلیون نفر ثروتمند در ایران شناسایی شدند. با پایان دوران ریاست عزت الله زرقامی بر صدا و سیما رهبر جمهوری اسلامی طی حکمی محمد سرفراز را به ریاست این سازمان منصوب کرد اتحادیه اروپا در مارس 2013 نام محمد سرفراز را به اتهام نقض حقوق بشر در فهرست تحریم ها قرار داده بود محمد سارفروز یکی از مدیران قدیمی سازمان صدا و سیمای ایران طی حکم از سوی خامنه ای به سمت ریاست این سازمان انتخاب شد سرافراز 53 ساله در راهاندازی شبکه انگلیسی زبان پرستیوی و شبکه عربی زبان العالم که از رسانه های رسمی برون مرزی جمهوری اسلامی نقش مستقیم داشته است. دوره دوم پنج ساله معمولیت عزت الله زرقامی به عنوان رئیس صدا و سیما به پایان رسید و سرافراز به جای او سکان هدایت این سازمان مهم را در دست خواهد گرفت. سرافرازی که از مدیران است که مسئولیت معاونت برون مرزی سازمان صدا و سیما را بر عهده دارد. آی فیلم شبکه ای تلویزیونی تحت مدیریت صدا و سیما که به نمایش 24 ساعته فیلم می تحت مدیریت محمد سرفراز افتتاح شد. شبکه اسپانیایی زبان هیسپیان نیز با نقش مستقیم او کار خود را آغاز کرد. علی خامنه ای در متن پیام خود با تقدیر از زحمات زرقامی ابراز امیدواری کرده که محمد سرفراز بتواند با مدیریت خود بر این سازمان در گسترش دین، اخلاق و امید و ترویج زندگی اسلامی ایرانی بکوشد. علی خامنه ای همچنین با صدور حکمی عزت الله زرقامی را به عضویت در شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی منصوب کرد. عزت الله زرقامی هم در تمجید از رئیس جدید سازمان صدا و سیما گفته که محمد سرفراز در جریان حوادث سال 88 خوش درخشیده است. در پی گسترش فهرست اتحادیه اروپا در رابطه با افراد تحریم شده ایرانی که در دوازده مارس 2013 به تصویب وزیران خارجه اتحادیه اروپا رسید، نه نفر به جمع تحریم شدگان افسوده شدند. بدین گونه در آن زمان شمار متهمان به نقض حقوق بشر در لیست تحریم اتحادیه اروپا به 87 نفر رسید. در این فهرست نام محمد سرفراز به عنوان مدیر بخش برون مرزی صدا و سیما و رئیس پرستیوی شبکه تلویزیونی برون مرزی جمهوری اسلامی نیز به چشم می‌خورد. در آن زمان محمد سرفراز به اتهام همکاری با نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی در پخش اعترافهای تلویزیونی دستگیر شدگان معترض به نتایج رسمی اعلام شده انتخابات ریاست جمهوری سال 88 مورد تحریم اتحادیه اروپا قرار گرفته بود. محمد سرفراز دکترای خود را در رشته علوم سیاسی از دانشگاه بیروت گرفته است و رسانه های داخل ایران گزارش می دهند که به زبان انگلیسی و عربی تسلط دارد. یکی از برادرهای او در حادثه انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی در سال 1360 کشته شد و برادر دیگر او در دوران جنگ ایران و عراق جان خود را از دست داد. سرافراز که از مدیران این سازمان است که گرایش سیاسی مشخصی ندارد و عضو هیچ یک از احزاب کشور نیست. برخی تحلیلگران این ویژگی او را عاملی مثبت می‌دانند که می‌تواند رابطه پرچالش دولت یازدهم با سازمان صدا و سیما را بهبود بخشد. برخی دیگر این ویژگی او را عامل ضعف وی می‌دانند. دوره ده ساله ریاست عزت الله زرقامی بر سازمان صدا و سیما با انتقادهای فراوانی از سوی برخی چهره دولتی چه در دولت محمود احمدی نژاد و چه در دولت حسن روحانی همراه بود. دولت روحانی این سازمان و مدیریت آن را متهم می کند که با جانبداری نسبت به این دولت عمل می کند. محمد سرفراز پنجمین مدیر این سازمان در سالهای بعد از انقلاب اسلامی محسوب می شود. پیش از این عزت الله زرقامی، علی لاریجانی، محمد حاشمی و صادق قطبزاده ریاست سازمان صدا و سیما را عهدهدار بودند که یکی از کلیدی ترین نهادهای ایران محسوب می شود. در حالی که مذاکرات ایران با آمریکا و نماینده عالی اتحادیه اروپا در مسقط در جریان است رسانه های فرانسوی دیدگاه های مختلفی پیرامون این مذاکرات ارائه دادند از جمله یک تحلیلگر فرانسوی در پی پاسخ به دو پرسش کلیدی است که چرا پرونده هسته ایران مهم است و آیا شانس توافق میان جمهوری اسلامی و قدرت های جهانی وجود دارد یا خیر محمد رضا شاهید خبرنگار ما از پاریس گزارش می دهد. در حالی که روز یکشنبه آقای لاوروف بعد از ملاقات با آقای جانکری و در ارتباط با گفتگوهای پنج علاوه یک با جمهوری اسلامی ایران در مورد پرونده هسته ایران اظهار خوشنودی کرد رسانه های فرانسه دیدگاه های مختلفی را ارائه دادند و در جمع اونها یکی از کاملترین تحلیل ها رو شاید باید متوجه هانری گرشون تحلیلگر رادیوی اوروپان دونست در ابتدا روزنامه و مجری این برنامه خبری تحلیلی پرسید چرا اصولا جمهوری اسلامی ایران و این پرونده تا این حد مهم هست و اگر مهم هست آیا شانس توافق وجود دارد یا نه روزنامه‌نگار میگوید که بله خیلی مهم است بیان که از در اغراق گفته باشیم موثر در صلح جهانی خواهد بود ده سال است که ایران موش و گربه بازی با ضوابط بین المللی درآورده است ده سال است که حق سودگیری از انرژی سلامیز را ایران یادآور می شود و در عین حال تلاش برای دستیابی به بم را تکسیب می کند و این در حالی که شواهد معکوس و محکمی وجود دارد مانند کشف روزافزون پایگاه های مخفی اتمی تجمع بیشتر و بیشتر دانشمندان اتمی و یا ممانعت و عدم همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی همان آژانسی که نامش را ژاندارم و ناظر مسائل بین المللی گذاشتند در اینجا روزنامه‌نگار می‌پرسد که خب می‌توانند ایرانی‌ها بگویند چرا هند و پاکستان بمب اتمی داشته باشد و ما نداشته باشیم پاسخ آقای گرشون رو گوش کنید برای اینکه می تواند تعادل خاورمیانه و اصولا شرق را به هم بزند به خصوص خاورمیانه مانند بشکه باروت میماند هیچ دولتی نمی خواهد این امتیاز را به ایران بدهد به خصوص همسایگان ایران که بلافاصله فاصله در رقابت خواسته هایشان دست به عملیات مشابه خواهند زد می دانید که جنگ سنی و شیعه هم وجود دارد و یک بوم برای ایران که نوعی خود رو رهبر شیعیان می داند، آن وقت یک بمب سنی در مصر، در ترکیه و یا عربستان سعودی و مهمتر برخلاف جنگ سرد، هنوز این اطمینان وجود ندارد که کشورهای دیگر از بمب استفاده نکنند. با آن وقت وسعت خطر را می توانید مجسم کنید. ممنونم که ما رو تا پایان برنامه همراهی کردید. با ما از طریق وبسایت و صفحه فیسبوک ایران فردا با نشانی که بر روی صفحه تلویزیون ظاهر شده در تماس باشید و درباره برنامه ما نظر بدید تا هفته دیگر بدرود.